Bonjour, je suis avec la grammaire progressive du français, niveau débutant, dans ce chichon. Dans ce chichon, je suis avec sa fée, avec sa fée tambrin hast. Dans ce bichegunegui, sarf fail, as gros aval, dans avon français, mi pardose. Af olike, dans interho, beur, chat michan. Leçon 6, je parle, ma surbat mikonam, je regarde, ma négo mikonam. J'aime, man dous daram. Le verbe en OR 1. Fail ha az grohe OR. Smata aval. Je regarde la télé, man télévision negomikonam. J'écoute la radio, man radio gushmidam. Je mange un gâteau. Man yek shirini, yo cake mikoram. Gâteau, be manu yek cake, va hamitor shirini hast. Je téléphone à Martha. من به مارتا تلفن میکنم. جیم لگاتو، من شیرینی رو دوست دارم. جیم مختا، من مارتا رو دوست دارم. در زبان فرانسه سه گروه فعل وجود داره. دو گروه با قاعده هستند و یک گروه بی قاعده. از افعال گروه با قاعده، گروه اول اونهایی هستند که به او ختم میشن و دسته دوم اونهایی هستن که بی ای ختم میشن. در این درس تنها به صرف و چگونگی افعال گروه اول میپردازیم. فعل هایی که در این درس در صفحه اول داریم: پغله، صحبت کردن، آگرده، نگاه کردن، مانجه، خوردن، تلفنه، تلفن کردن، اکوته، گوش دادن، ایمه، دوست داشتن، اتودیه، تحصیل کردن. در این صفحه تنها با صرف فعل گروه اول برای ضمیر من آشنا میشیم در زمان حال ساده. Je parle, je regarde, je mange, je téléphone, j'écoute, j'aime, j'étudie. همونطور که دیده میشه برای صرف افعال گروه اول در زبان فرانسه تنها کافیه که علامت مصدری فعل اغ رو از انتها برداریم و به دست آوردن ریشه فعل یا رادیکال فعل به انتهای اون برای ضمیر من او اضافه کنیم. این او در انتهای فعل خوانده نمیشه و همونطور که در اینجا نوشته شده او فینال موت نامیده میشه، یعنی اوی انتهایی بدون صدا. توجه داشته باشیم که اگر فعلی با حرف صدادار شروع شد و یا با ایچی که خوانده نمیشه شروع بشه، ما به جای ژ اپاستروف استفاده میکنیم تا در تلفظ راحت تر باشه، مثل فعل ایمه و یا عبیته که خونده میشه و نوشته میشه جیم، جبیت. به این عمل الیزیون گفته میشه. دوستان عزیز توجه کنیم که الیزیون رو با لیزون اشتباه نگیریم. الیزیون حذف یک حرف صدا داره و لیزون خوندن یک حرف غیر صدا داره هنگامی که به یک حرف صدادار میرسه. به طور مثال برای لیزون خوندن اس در آخر کلمه وو وقتی که به یک حرف صدادار میرسه، وو زت. لو ورب ایمه سنتیمون ایگو، فعل دوست داشتن، احساس و سلیقه. فعل دوست داشتن رو توضیح داده که برای بیان احساس و سلیقه به کار میره. جیم جان، جان رو دوست دارم. جیم و مقی، همسرم، شوهرم رو دوست دارم. جیم مونشین، سگم رو دوست دارم. جیم پقی، پاریس رو دوست دارم. جیم لکاغوت، هویج دوست دارم. جیم لموزیک، موزیک رو دوست دارم. میریم تمرینات رو حل بکنیم. اگزرسیس نومرو 1، میت ا لا پرومیه پرسون. به اول شخص مفرد بگذارید. فت لیلیسیون سی سنسسر، حذف انجام بدهید اگر لازم هست.
افعالی که در تمرین اول داریم، غاگخته، ژاگخت، من نگاه میکنم، تخوی، ژتخوی، من کار میکنم، پغل، ژپغل، من حرف میزنم، صحبت میکنم، مانژ، ژمانژ، من میخورم، ام، ژم، من دوست دارم، اکوت، ژکوت، من گوش میدم، ابیت، ژبیت، من زندگی میکنم یا ساکن هستم، اتودیه، ژتودی، من تحصیل میکنم. اگزرسیس نمرو 2، کمپلیته اوک لی ورب سی دوسو سولون لو مودل. با افعال زیر طبق مدل کامل کنید. سی دوسو زیر، سولون لو مودل طبق مدل، کمپلیته کامل کنید، فعل امر برای شما، فعل کمپلیته فعل از گروه اول هست. افعال داده شده تخوی کار کردن، کامانسه شروع کردن، تقمینه تمام کردن، مانژه خوردن، دینه شام خوردن، آگرده نگاه کردن، اکوته گوش دادن، امه دوست داشتن. Je travaille dans une banque le matin. Je commence à 9h. Le soir, je termine à 16h. À midi, je mange à la cafétéria avec mes collègues. Le soir, je dîne chez moi. Après le repas, je regarde la télévision ou j'écoute la radio. J'aime le sport et la musique. Je travaille dans une banque, من در یک بانک کار میکنم. Le matin, صبح ساعت 9 شروع میکنم. Le soir, عصر ساعت 6 تموم میکنم. Je termine. À midi, ظهر تو کافتریا غذا میخورم. Avec mes collègues, با همکارام. Le soir, غروب. Je dîne chez moi. تو خونه خودم شام میخورم. Après le repas, بعد از غذا، je regarde la télévision. تلویزیون نگاه میکنم. او یا j'écoute la radio. رادیو گوش میدم. ورزش و موسیقی رو دوست دارم. J'aime le sport et la musique. Exercice numéro 3. Trouver le verbe manquant. افعالی که داده نشده، وجود نداره، پیدا کنید. اینجا 6 تمرین هست که فعل و ضمیر رو به ما ندادن. طبق مثال باید برای باز من فعل هایی رو که احتیاج هست بگذاریم. ان ژ پارل انگلی، من انگلیسی صحبت میکنم. دو ژ مانژ ان ساندویچ، من یک ساندویچ میخورم. تخوا ژ رگارد لا تلویزیون، من تلویزیون نگاه میکنم. 4. جکوت لا رادیو، من رادیو گوش میدم. 5. جیم لو سینما الا موزیک، من موسیقی و سینما رو دوست دارم. 6. جو تراوای دانز اون بانک، من در یک بانک کار میکنم. اگزرسیس نمرو 4. رپونده سلون لو مدل، طبق مدل، بر طبق مدل پاسخ دهید. فعل ریپونده که در اینجا یک فعل امر هست، پاسخ دهید، از مصدر ریپوندر از گروه سوم هست. در انتهای ریپوندر ما ار او داریم. نمره 1 نمونه داده شده است. و پارل انگلی، شما انگلیسی صحبت میکنید. وی جو پارل انگلی، بله من انگلیسی صحبت میکنم. سوال ها تنها با تغییر لحن صدا هست. نمره 2، vous habitez à Londres، شما در لندن زندگی میکنید. Oui, j'habite à Londres، بله من در لندن زندگی میکنم. نمره 3، vous travaillez à Manchester، شما در منچستر زندگی میکنید. Oui, je travaille à Manchester، بله من در منچستر کار میکنم. نمره 4، vous aimez le football، شما فوتبال دوست دارین.
Oui, j'aime le football. بله من فوتبال دوست دارم. نمره 5. Vous étudiez le français. شما زبان فرانسه تحصیل میکنید؟ Oui, j'étudie le français. بله من فرانسه میخونم. فرانسه تحصیل میکنم. زبان فرانسه تحصیل میکنم. Exercice numéro 5. Donnez des informations personnelles à partir du modèle. از روی مدل اطلاعات شخصی بدهید. Donnez فعل امر بدهید. اولین گروه هست. مصدرش اق داره. Des informations کلمه جمع و مؤنث هست. پرسونل مؤنث و جمع هست. صفت هست برای انفورماسیون. À partir du از مدل. À partir به معنای از. Je suis français. من فرانسویم. Je parle français. فرانسه صحبت میکنم. J'habite à Paris. در پاریس زندگی میکنم. Je travaille à Versailles. در ورسای کار میکنم. J'aime le cinéma et le sport. سینما و ورزش رو دوست دارم. J'étudie l'anglais. انگلیسی تحصیل میکنم. زبان انگلیسی تحصیل میکنم. Je suis afghan. Je pars d'Ari, j'habite à Lyon, je travaille à la poste, j'aime le sport et la langue, j'étudie le français. در انتها کلیه افکاری که در این 6 درس در متن درس و در تمرینات به کار رفته از گروه اول و گروه سوم برایتان ذکر کردم.